با سلام خدمت همه عزیزانی که در این برنامه ما را همراهی می کنند. ما امروز در بخش دیگری از مجموع برنامه های تصویری دوران در خدمت دکتر همایون مهمنش هستیم. آقای مهمنش از اعضای قدیمی کنفدراسیون دانشجویان و محصلان در جریان پیش از انقلاب بودند و همچنین عضو جبهه ملی اروپا در اون مقطع. بعد از انقلاب نهضت مقاومت ملی پیوستم و از همکاران مرحوم شاپور بختیار دکتر شاپور بختیار بودن و در حال حاضر هم عضو جبهه ملی ایران و هم از اعضای هیئت اجرایی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج کشور هستند. خیلی خوشحال هستیم در خدمت ایشون هستیم و میخوام در این جلسه به یکی از مقاطع مهم و حال سیاسی ایران، یعنی در سالهای اولیه بعد از انقلاب بهمن 57 و اتفاقاتی که در اپوزیسیون اون موقع در جریان بود صحبتی رو با ایشون داشته باشیم و تعامل هایی که دکتر شاپور بختیار با دیگر گروه های مخالف در اون مقطع داشتن. منتها برای اینکه بر صورت ورودی داشته باشیم بهتر به بحث، من تقاضا میکنم آقای دکتر مهمنش اختصار یه توضیحی بدن که چگونه و با دکتر بختیار آشنا شدن و همکاریشون رو شروع کردن. بله، سلام میکنم خدمت شما دوستان و بینندگان محترم. ما در جبهه ملی اروپا در اون زمان بعد از انقلاب تشکیل شد و من یکی از مسئولان هیئت اجرایی بودم. توی کنگره جبهه ملی اروپا ما یک چیزی رو به تصویب، بندی رو به تصویب رسوندیم و موافقت شد روش، و اون این که نمایندگانی از جبهه ملی اروپا برن و با 3 نفر از افراد ملی، آقای حسن نزی، آقای دکتر مدنی و آقای دکتر شاپور بختیار که هر 3 از ایران به خارج اومده بودن، با اینها صحبت کنن و از اینا بخوان که یک اتحاد ملی تشکیل بدن و این اتحاد ملی در واقع کوشش کنه که ملیون رو رهبری کنه یا مبارزات مردم رو رهبری بکنه. ما این کار انجام شد، با 2 نفر از دوستانی که این هیئت درش بود رفتیم، هم با این 3 نفر صحبت کردیم، با آقای نزی، با آقای دکتر مدنی و آقای دکتر بختیار. من قبلا هم خب دیده بودم دکتر بختیار در اون دوران که مسئولیت رو قبول کرده بود و احساس مسئولیت نشون داده بود و همچنین نشون داده بود که خطر جمهوری اسلامی رو میبینه. منتها ما به عنوان سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا رفتیم با اینا، به اون سازمان ها نبود، به عنوان جبهه ملی ایران در اروپا بود. ما رفتیم با این 3 نفر تماس گرفتیم، صحبت کردیم، هر 3 تاشون ابراز آمادگی کردن ولی متاسفانه در عمل کاری انجام ندادن. من اونجا با دوستان دیگه که صحبت میکردیم برای یه مقداری با دکتر بختیار آشنا شدم و دیدم که ایشون از نظر سیاسی نسبت به افراد دیگهی که باشون صحبت کردیم خیلی سطحشون متفاوته و خیلی بالاتره، خیلی سیاسی ترن ایشون و خیلی با اون افکاری که ما داشتیم نزدیک ترن. منتها بعد از یه مدتی توی جبهه ملی اروپا متاسفانه یه 2 نفر از دوستان ما یه مقالاتی علیه این شخصیت های ملی نوشتن، ما اعتراض کردیم. من اون موقع دیگه هیئت اجرایی نبودم، ما اعتراض کردیم و که این درست نیست، این شخصیت ها رو با ما باید تقویت کنیم. منتها نشنیدن این بود که بعد از یه مدتی ببخشید آقای مهمن شدید، برای اینکه مخاطبان ما بهتر متوجه موضوع بشن، میتونید به اختصار بگید که دلیل انتقاد اونها چه بود؟ آیا به خاطر میارید؟ دلیل انتقادشون خیلی اون موقع ها همیشه این بود که چرا نخست وزیر شدی، چرا فلان، ولی الان دقیق راستش یادم نیست که علتش چی بود که آقای متعب هم به آقای نزی حمله کرده بودن، هم به آقای مدنی،
و هم به دکتر بختیار، به خصوص به دکتر بختیار. بعد ما یه مقداری اعتراض کردیم، متاسفانه دیدیم که این گوش شنوایی بر این حرفا نیست و عملا یک جدایی پیدا شد. من یه مدتی مجبور شدم جدا از دیگران کار کنم، جدا بمونم و چند ماهی همجور فکر میکردم که چیکار باید کرد تو این شرایط، تا اینکه چون یه آدم تشکیلاتی هستم برام نشستم فکرم رو جمع کردم و فکر کردم و بعد دیدم که نه، تنها راهی که هست تماس با، یعنی رفتن و پشتیبانی از خود دکتر بختیار در این زمینه. خوشبختانه خانم خانلری، آقای شاکری و دوستان، چند تا دوست دیگر هم اومدن در این مورد صحبت، آقای زنور اومدن صحبت کردیم در این مورد و اونا هم ما رو قانع کردن که این کار کار خوبیه و من رفتم اونجا با در نهضت مقاومت ملی و با دکتر بختیار شروع کردیم به کار کردن. اون موقع مسئله آلمان مطرح بود، چون آلمان به عنوان یه تشکیلات کوشش میشد که افراد رو جمع کنیم و یه نظمی داده بشه و او ما با چند نفر از دوستان دیگه مسئول این کار شدیم در آلمان و همیشه رابطمون خیلی خوب بود با دکتر بختیار و دوستان دیگری که بودن. جناب مهمنش، دقیقا چه سالی بود اون موقع؟ به حال به سال 83 بود که ما 1983 بله 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 1362 هجری شمسی 62 بله درست دقیقا همینجا. اولین کنگره، اولین جلسه که ما تو آلمان گذاشتیم اون موقع خیلی چیز بود، تو آلمان گذاشتیم به عنوان آدم های قدیمی کنفدراسیون و جبهه ملی و اینا، این دوستان چریکای فدای خلق در گوتینگن به جلسه ما حمله کردن. و کدوم بخش، اقلیت یا اکثریت؟ چون اون موقع جدا شد، حالا فکر درست نمیدونم اون موقع چه گروهی بودن. به هر حال یکی دو تا از دوستانی که قدیم ما باشون از چریکام دفاع کرده بودیم و اینها و تو این جریانات ما رو خوب میشناختن، ما اونجا دیدیم بهشون شما اینجا چی کار میکنیم و اونام به ما گفتن شما اینجا چی کار میکنیم. خلاصه این منتها جلسات ما همیشه برگزار میشد و کارها یه مقداری مرتب پیش میرفت. اون موقع واقعا نهضت مقاومت ملی یه سری افراد فرهیخته مثل خانم خانلری، مولود خانلری، مثل آقای حسین ملک و افراد دیگری اون پیوسته، آقای عبدالرحمن برومند هم بودن، آقای عبدالرحمن برومند 100% بله بله ایشون به عنوان پیش کسوت ما بودن اونجا بله. و قدیمی جبهه ملی هم در از افراد قدیمی بودن بله. یه دل طرف قربانی ترور جمهوری اسلامی هم شدن در سالیان بعدش و سال همون سال 1991 که دکتر وقتی رو به قدر سوندن، یعنی سال الان 21 سال قبلا چیز کرد، سال 70 تقریبا به 23 سال 70 بله 1370 همون در ماه آوریل اون سال دکتر رومند رو 18 آوریل ایشون رو کشتن و در سال روز مشروطیت این 15 اوت یه روز بعد از سال روز مشروطیت دکتر بختیار رو به خط رسوند. بله بله 6 اوت. خب به جناب من این الان فرصت خوبی است در اینجا بتونید یه ارزیابی از گروه های سیاسی که اون سال در خارج کشور بودن، عمدتا در اروپا و آمریکا و حالا شاید هم در کشورهای پیرامونی ایران هم مثل ترکیه هم فعال بودن، یه دستبندی کلی میتونید ارائه بدید که به حال فعالیت ها به چه نحو بود؟ اون موقع ها ببینید گروه های چپ بودن، تازه داشتن به خودشون یه مقداری فرم میدادن
یه مقداری گروه های طرفدار حزب توده بودن، بعضی گروه های نزدیک به حزب توده بودن که شدیداً به نفع خمینی تبلیغ میکردن و حتی میگفتن، در اون سالها، یعنی حتی حتی در در سال اون سال اولیه به عنوان نماینده مستضعفین و مستضعفان و این جریانات، و ما و خیلی هم توی مطبوعات و اینها امکانات داشتن، یعنی آشنا داشتن و توسط اونها مطالب اون شد. موقع هنوز بلوک شرق هم بود به نوعی مورد حمایت و حال دولت کمونیستی هم بودن در اروپای شرق. بله بله و همین کاملا درسته. بعد اینها بودن یه اون موقع طرفداران جمهوری اسلامی خیلی اینجا جمع بودن و فعالیت میکردن، در قالب انجمنهای اسلامی دانشجویان در دانشگاه قالب مسجد مساجد و انجمنهای اسلامی و غیره، و خیلی افراد جمع شده بودن، جمع میکردن و حرکت میکردن، و بعدم یه سری بودن افراد ملی که این اون موقع یک بحثی افتاده بود بین گروه های ملی که آیا کاری که دکتر بختیار کرده درست بوده یا نبوده و غیره و غیره، یه بحث در واقع فرساینده ای بود که این رو ما هر چی سعی میکردیم که یعنی بین دوگانه به حال مرحوم دکتر کریم سنجابی و دکتر بختیار درست کاملا بله بحث میشد که درست بوده غلط بوده چیکار باید میکردن، و یه سری استدلال میکردن که خب دکتر سنجابی که رفته اونجا اون قرارداد رو امضا کرده کار نادرستی کرده و یک علامت نادرستی بوده، یه عده دیگه میگفتن این دکتر بختیار که رفته مسئولیت قبول کرده فقط میخواسته نخست وزیر بشه و غیره، و توجه نمیکردن که تو اون شرایط واقعا هر آدمی هر قدمی جلو میذاشت یه خود عقلش میرسید میدونست که کار بسیار خطرناک. منتها این بحث ها بود و این بحث ها داغ میشد از طرف همین گروه های نزدیک به حزب توده و یا بعض وقتا چپ ها و غیره، هی داغ میشد. ما کارم و این گروه های ملی دفتران جبه ملی ما که با هم بودیم و اینا، متاسفانه این فاصله افتاد می افتاد بین این گروه ها، و با وجودی که اصولی که همه اعتقاد بهش داشتن همونا بودن، ولی سر رفتار بحث بود. این بود که متاسفانه نهضت در این موقع خیلی نقش مهمی بازی میکرد دکتر بختیار، و یک نکته مهمی که بود این بود که دکتر بختیار عملا رهبری اپوزیسیون رو میشه گفت به عهده داشت، و در موضع‌گیری هاش در مورد روشنفکرانی که اونجا اومده بودن مثل آقای ایرج بزشتاد، ببینید هر کدوم از اینها برای خودشون قولی بودن و کسانی بودن که خیلی خیلی با ارزش بودن، و اینها همه جمع شده بودن و مطلب می نوشتن در مورد دموکراسی، در مورد آزادی، در مورد مسائلی که در ایران اتفاق افتاده، و خیلی کار می شد و خیلی تأثیر داشت، به نحوی که مثلا دکتر بختیار در 27 اردیبهشت 1364 اومد یک فراخوانی داد و از مردم خواست که در تظاهرات شرکت کنند، یک تظاهراتی آرام بدون سر صدا، بدون اینکه چی بگن، فقط برن تو خیابون و حرکت بکنن، و این کار رو مردم انجام دادن. حدود این روزنامه های آلمان اون موقع من یادمه نوشتن که فقط در تهران 500,000 آدم تو خیابون بوده، و بعد از اونم دکتر بختیار چند دفعه فراخوان داد که این کار انجام بشه، مردم به نوعی اعتراض بکنن، شمع روشن کنن، کار دیگه بکنن، همش مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت.
در این طوری بود که متاسفانه ما موقع از حقوق همه دفاع میکردیم، هر کسی رو که میگرفتم برامون فرق نداشت طرفدار پادشاهی، طرفدار چیه، چی نیست، چپ نیست، خیره. و واقعا در تمام مدت این 40 چند سال ما کوشش کردیم از حقوق همه در مقابل جمهوری اسلامی دفاع کنیم و میکردیم، اون موقع میکردیم. و منتها متاسفانه سلطنت طلبای برخورد منفی داشتن با دکتر بختیار، بعضی هاشون که تو طرفداران سلطنت بودن، البته نوع مشروطش، اینا چند تاشون تو خود نهضت بودن، مثل آقای میرفندرسکی، مثل دکتر صدریه، اینها واقعا افراد بسیار بسیار درست و خوبی بودن و اعتقاد داشتن به اون اینکه شاه نباید در امور دخالت بکنه و غیره. و آقای دکتر یزدی، الان اسمشون یزدی اسم آخرشون بود ولی اسم اولشون من یادم رفته، بعدا یادم بود. به هر حال این در... آقای دکتر یزدی از نهضت آزادی نیستن قطعا، که نه 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 اون آقای دکتر نهضت آزادی نه، بلکه ایشون معاون دکتر بختیار بودن زمان نخست وزیریشون و بسیار فرد افراد فرهیخته و خوبی. بعد با اینا ما بسیار تفاهم داشتیم و صحبت میکردیم، ولی یه بخش دیگه ای به شدت علیه دکتر بختیار بودن. و من یادمه که یه دفعه جناب اجازه بدید اینو یه خورده مفصل تر بعدم پیرامونش صحبت بکنیم، بحث با سلطنت طرف ها رو. در اینجا یه سوالی رو تمایل داشتم بپرسم که در اون مقطع موضع نهضت مقاومت ملی ایران و شخص دکتر بختیار در مورد نظام سیاسی آینده چی بود؟ یعنی در هنوز چارچوب مشروطه پادشاهی فکر میکردن یا به نوع نظام جمهوری، یا اساسا به این موضوع نمیپردن، مورد توجهشون نبود در اون مقطع، حالا اونو ضروری نمیدونستن که بحث شکل نظام سیاسی آینده بپردازن. چرا؟ ببینید خود دکتر بختیار این یه واقعیت، تمام عمرش طرفدار مشروطه بود، طرفدار پادشاهی مشروطه بود و همیشه میگفت شاه نباید دخالت بکنه. تا مدت ها قبل از این جریانی که ترورشون کنه. و منتها توی نهضت میدونستن که ما هیچ به اصطلاح طرفدار مشروطه و به اصطلاح این ادامه خانواده پهلوی نیستیم، افرادی که از جبهه ملی رفته بودن اونجا. و همیشه بین ما اونجا یک رقابتی بود، ما اونجا اکثریت بودیم و اون افراد دیگهی که بودن و طرفدار مشروطه بودن، ما یه جوری رعایتشون رو میکردیم توی رأی‌گیری ها، توی صحبت های مختلف، کار نمی کردیم که اونها ناراحت بشن. اینا و هر دو بودن در نهضت و قامت ملی ایران، در نهضت مقاومت مردم ایران در اون مقطع هم گرایش جمهوری خواه بودن هم گرایش مشروطه خواه. بله بله، ولی سلطنت مطلقه قطعا نبودن، اونایی هم که اصلا نبود، نه نه متعبس مشروطه بودن که شاه نباید دخالت بکنه در پرندرسی. بله، دکتر وقتی هم تو کتاباش همه جا نوشته، همه جا گفته، انتقاد داشته همیشه به حکومت قبلی. و دکتر بختیار که خیلی روشن و مشخص هست این موضوع. خب یه سوال دیگه بعد وارد اون بحث اصلی امروزمون بشیم، مناسبات نهضت با شورای ملی مقاومت که بهار سازان مجاهدین خلق در اون مقطع با یک سری نیروهای سیاسی دیگه تشکیل داده بودن، آیا ارتباطی بود و اگر بود در چه سطحی بود؟ نه ارتباطی نبود، اتفاقا خیلی نهضت انتقاد میکرد و ما در واقع این انتقادات در کلیاتش ناظر به چه مسئله بود؟ ناظر به این بود که این مجاهدین با جمهوری اسلامی هیچ تفاوت اساسی ندارن. درست. و میگفتیم که ما اینها
همون اصول فکری رو دارن، منتها الان اینا رو انداختن بیرون و دارن یه کار دیگه میکنن. یه کار اون موقع اومدن یه اعلام کردن که نام یه عده رو ازدواج آقای مسعود رجوی و خانم شمچی باعث شده که اینها شفا پیدا کنن از این حرفا و اینها، و معلوم بود که آدمای مثل ما اصلا همچین چیزهایی رو شوخی میدونستن و به شدت ما با این خرافات و این جریانات اینجوری در کنار مبارزه سیاسی برخورد میکنیم. و خود من هم یه دو دفعه در روزنامه قیام ایران دو تا مطلب نوشتم در این مورد، خیلی مشخص مخالف این کارهای مجاهدین بود. قیام ایران ارگان مطبوعاتی نهضت بود، دو تا روزنامه بود داشت نهضت، یکی نهضت بود اسمش، یکی قیام ایران بود. قیام ایران رو اینا ببخش روزنامه بودن یا هفته نامه بودن؟ اینا روزنامه نبودن، ببخشید، اینا بیشتر ماهنامه بودن. بله، یعنی چند هفته مرتبه در می آمدن، مرتب اونجوری نمیدونم چقدر مرتب بودن، ولی پس نامه بودن دیگه. بله، پس نامه بودن. و هر موقعی که منتها افرادی که توی اینا مطلب می نوشتن بسیار افراد با تجربه، و همه هم آقای ایرج پزشکزاد از اول تا آخرش رو کنترل میکرد و نگاه میکرد و دقیق دردبیر بودن ایشون، دردبیر بودن و مسئول روزنامه، و یه عده‌ای هم تو این روزنامه کار میکردن، یعنی صبح تا شب میرفتن اونجا میشستن و مطالب رو جمع‌آوری میکردن. اون موقع هم اینجوری با اینترنت و اینا نبود، بلکه مجبور بودن تمام روزنامه ها رو بخرن بخونن و جمع‌آوری کنن. و زمانبری بود، خیلی کار زمانبری بود، و خیلی واقعا آقای مهری مثلا اونجا بودن، یه سری افراد دیگه هم بودن. در هر حال کاری که یعنی در مورد مجاهدین موضع نهضت خیلی خیلی مشخص بود و هیچ نوع ارتباطی هم نبود و کاملا ارتباطی هم مخالف و انتقادی داشت، یعنی با اون شورای ملی مقاومت هم گروه هایی که در کنار سازمان مجاهدین قرار گرفت، به هیچ وجه این دوستانی که با اونا رفته بودن از طیف چپ و غیره همکاری میکردن، یه دفعه اومدن در مونیخ من یادمه، و جلسه بزرگی هم گذاشتن و میخواستن برای شورای ملی مقاومت تبلیغ کنن. من اونجا بهشون گفتم که این کاری که شما میکنین مثل اینی که یک تنابی به یک فیل ببندین و فکر کنین فیل مال شماست، در صورتی که فیل اگر که حواظ کنه میکنه خودش میره و شما رو با خودش پرت میکنه این بنام، و همینم شد. بعد خب یه سوال دیگه، در اون مقطع افرادی تشکل‌های جمهوری خواه، معنای جمهوری خواه عرفی و سکولار دموکرات درست شده بود در اون مقطع در اروپا؟ بله بله، یه ده بودن به عنوان جمهوری خواهان ملی اومدن، و اینا اومدن بعد هم توی بعد از اینکه ما از جبهه ملی اروپا رفتیم، یه چند تاشون اومدن توی جبهه ملی اروپا و داشتن همکاری میکردن. منتها موازی که این دوستان اون موقع میگرفتن خیلی روشن نبود، یعنی مثلا ببخش قبل از اون میشه چند عضو شاخصشون رو به حال معرفی کنید؟ بله، یکی از اونها همین آقای حسن شریعت مداری، دکتر شریعت مداری هست، مهندس حسن شریعت مداری. بله، آقای گنجی بودن، آقای امیر حسین گنجی بودن، امیر حسین گنجبخش، بله، آقای بیژن حکمت هم فکر میکنم بودن. بله، در مقاطع اولیه ظاهرا آقای دکتر کاتوزیان هم بودن، و آقای کاتوزیان رو پیش دادم بودن. بله، بعدن جدا شدن. منتها مثلا شاید همه همون نظر رو نداشتن، ولی من شخصا یه دفعه توی مصاحبه بودم با آقای
حسن مهندس شریعت مداری، و هرچی من اصرار داشتم که ایشون طرفداری بکنن از جدایی دین از حکومت، یادم اون مفتن میفرمایید دیگه. بله اصلا موضع نمی گرفتن و چیز میکردن. یه مدتی بعدش یه کمی موضع در این مورد گرفتن، بعدا هر موقع که ما میگفتیم آقا ما این جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و مخالفشیم، میگفتن که نه این شما دارین مبارزه قهرآمیز میخواییم. میگفتیم نه ما مبارزه قهرآمیز نمیخواییم، فقط این حکومت رو نمیخواییم، باید یه حکومت به طور بدور از خشونت با یک حکومت ملی، حکومتی که مال همه مردم باشه، جایگزین بشه و دموکراسی و اینا حاکم بشه. متعای مدت اینجوری بودن. حالا بعدا وقت باز این هم تغییر پیدا کرد خوشبختانه و مواضعشون روشن‌تر شد.